بهترین و موثرترین فرد در مؤسسه آموزشی تربیتی معلم است. کودک و نوجوان روزانه بیشترین وقت خود را بعد از پدر و مادر و اعضای خانواده با او می‌گذرانند. متأسفانه این حقیقت مسلم را که آموزگار چنین اهمیتی در سرنوشت کودک دارد، اغلب اولیای کودکان و حتی اولیای مدرسه فراموش می کنند. مهمترین اصل در تعلیم و تربیت کودک و نوجوان صلاحیت علمی و شخصیتی معلم است. زیرا اوست که با رفتارهای منطقی و به جا سرمشق کودکان می شود. و کودک خواسته یا نخواسته با رفتارهای او همانند سازی کرده و آنها را الگو برای زندگی خود قرار می دهد. معلم دانا و خوب باید با شاگردان دوست باشد و در مورد انضباط امتحان و نمره با آنها تشویق مساعی کند و کاری نکند که امتحان به صورت کابوس جلوه کند و باعث کم شدن تمرکز حواس و از یاد بردن تمام مطالبی که دانش آموز به خوبی آموخته است بشود. جلسه امتحان برای دانش آموز باید اینطور تفهیم شود که برای کنترل پیشرفت، تکامل، یادگیری بیشتر و از بین بردن نقایص تدریس به کار می رود. معلم خوب و با تجربه باید مشکلات عاطفی، خانوادگی، رشد جسمانی روانی، تمایل به استقلال و ابراز قدرت کودک را بشناسد و به وضع اقتصادی اجتماعی شاگردان و خانواده آنها آشنایی کامل داشته و نسبت به هر کدام از مشکلات فوق راهنمایی و کمک های لازم را بکند. روش شغلی معلم باید بر اساس احساس مسئولیت، انعطاف پذیری، مهربانی، صبر و حوصله، وفاداری، همکاری و صمیمیت با اعضای مؤسسه و شاگردان باشد. از برخوردهای تمسخرآمیز و احیانا توهین بپرهیزد. و آری از هر گونه تضاد فکری یا کشمکش های روانی و اختلالات عصبی روانی باشد و به شاگردان کمک نماید تا قدرت های حقیقی و شخصیت خود را بشناسند. معلم همانطور که میتواند در کاهش میزان بزهکاری مصور سمر باشد میتواند در میزان فراگیری پایین آوردن میزان اشتیاق به تحصیل و افزایش بزهکاری دخیل باشد. رفتار معلم همیشه تاثیر فوری بر روی شاگردان میگذارد به طوری که شاگردان حتی در منزل و خارج از مدرسه نیز از طرز رفتار، تدریس، معلومات، شخصیت و غیره از او صحبت می کنند. به عبارت دیگر، روش معلم ممکن است موجب بروز واکنش های منفی، بیزاری از مدرسه و درس خواندن، فرار از مدرسه، غیبت های مکرر، عقب کاذب تحصیلی تایید برداشتهای ناقص از خود تشدید رفتارهای خودفریبی یا برعکس به عنوان الگوی مثبت علاقه به تحصیل و ادامه آن و غیر شود لحن دوستانه خوشرویی و محبت از وظایف معلم است وی با این نوع رفتار باعث می شود که شاگردان احترام و ارزش خاصی برای, و برای او قائل شده و به راحتی برای حل مسائل و مشکلات خود و حتی خانواده به او مراجعه کنند و از او راهنمایی های لازم را کسب کنند که این خود باعث ایجاد ارتباط دوستانه و اعتماد بیشتر می شود. به طور خلاصه معلم باید در زندگی آموزشی و زندگی اجتماعی کودک و نوجوان سهم مهم و موثری داشته و به کودک یا نوجوان کمک نماید تا شخصیت و شایستگیهای حقیقی خود را بشناسد و از بروز خیالات واهی و غیر حقیقی که احتمالاً ممکن است باعث شکست های اساسی شود جلوگیری کند. اگر شاگردی احیانا به علت رفتار ناجور و, ناسازگاری احتیاج به گوشزد یا توضیح دارند باید رفتار معلم دوستانه و برای کودک قابل فهم باشد تا آن را قبول کند بدون اینکه استقلال و شخصیت او به خطر بیفتد و تصور نکند که ایراد بیخودی است یا غرضی در کار است که منجر به حالت انتقام گیری و نتیجه معکوس نشود. مطالعات ثابت کرده است که هرچه مدارس از نظر ساختمان کوچکتر باشند و دانش آموزان کمتری داشته باشند، دانش آموزان تمایل بیشتری برای حضور در مدرسه، شرکت در فعالیت درسی،, درسی اجتماعی و برقراری ارتباط با اولیای مدرسه و سازگاری روانی بهتری دارند ترس از امتحان، تقلب، درگیری، رقابت شدید و بیماریزا و غیره از بین رفته و رقابت سازنده و نتیجه بخش خواهد شد این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده